همراهان گرامی و همیشگی، درود بر شما. مسعود پزشکیان که عده‌ای معدود فریب سخنان او را خورده و به بهانه واهی بهبود اوضاع کشور به پای صندوق رأی رفتند و به او رأی دادند، حالا با وضوح بیشتری از واقعیات پرده برداشته و سخنانی را به زبان آورده که به نوعی دهنکجی به مردم ایران محسوب می شود. وی در سخنانی صریح و بی پرده از عدم تأثیر گذاری مجلس در سرنوشت کشور سخن گفت و به صراحت اعلام کرد که مجلس به عنوان یکی از ارکان اصلی دموکراسی در ساختارهای سیاسی دموکراتیک عملا در ایران بازیچه بیش نیست. اگرچه که مردم ایران از مجلس دست نشانده خامنه ای هم انتظار خاصی نداشتند، اما اینکه تا این اندازه رک و بی پرده از دیکتاتوری در ایران سخن گفته شود، شاید اولین بار است که توسط پزشکیان رخ داده است. این اعتراف پزشکیان بسیاری از رأی دهندگان را شوکه کرده و بر سر دوراهی قرار داده است. از سوی کسانی که به امید تغییرات مثبت به صندوق‌های رأی رفتند و از سوی دیگر آنهایی که از ابتدا به انتخابات و نتایج آن بدبین بودند. هرچند مردم ایران از مجلس دست نشانده خامنه‌ای هیچ انتظاری نداشتند، این اولین بار است که رئیس جمهور جمهوری اسلامی به گفته آنچه که کاربران در شبکه‌های مجازی گفتند، رأی مردم را در ایران در جلوی رسانه ها ذبح می کند. اما ماجرا از چه قرار است؟ چندی پیش بود که بالا گرفتن اختلافات ظریف و پزشکیان و معرفی کابینه ای از سوی پزشکیان به مجلس برای رأی اعتماد که لیستی بسیار متفاوت از آنچه که جواد ظریف به پزشکیان پیشنهاد کرده بود ارائه شد، بسیاری از آن به عنوان کودتای نرم خامنه ای سخن گفتند. کودتایی که در آن با بازی دادن محمد جواد ظریف و جبهه اصلاحات مهره بی عمل و بی اختیاری مانند پزشکیان را به عنوان سمبل ریاست جمهوری بر سر کار آوردند و حالا هرچه می خواهند به او دیکته می کنند. حالا مسعود پزشکیان در آخرین سخنان پیش از رأی گیری برای کابینه دولتی که مجلس به تمام آن به فرموده خامنه ای رأی مثبت داد، چیزی را به نمایندگان گفت که موجب این واکنش ها در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی در میان مردم شده است. در آخرین سخنان پیش از رأی گیری، مسعود پزشکیان به نمایندگان گفت که او را وادار نکنند چیزهایی را بگوید که نباید بگوید. او تأکید کرد ما همه با هماهنگی اینجا آمده ایم. این سخنان با کف زدن نمایندگان همراه شد و پزشکیان گفت که عباس عراقچی و فرزانه صادق به تایید رهبر جمهوری اسلامی رسیدند و عباس صالحی امیری نمیخواسته وزارت ارشاد را قبول کند، اما با تلفن آقا پذیرفته است. مسعود پزشکیان از نمایندگان خواست اختلافات را کنار بگذارند و رأیشان را بدهند. او در مجموع گفت که با وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه توافق کرده ایم و بیت رهبری تمامی لیست ما را تایید کرده است. یعنی مجلس باید ساکت باشد و تنها رأی اعتماد بدهد. او همچنین گفت من نمیخواهم بگویم، اما مجبورم کردید که بگویم، اما همه وزرا هماهنگ شدند. پزشکیان در سخنان خود خطاب به نمایندگان مخالف گفت که آقای عراقچی اولین نفری بود که خامنه ای تأکید کرد باید باشد. او گفت رأی بدهید به کاندیداها که برویم زودتر دنبال کارمان. اما در خبر دیگر، در حالی که به تعبیر بسیاری از کاربران یک کودتای نرم رخ داده است، با بازگشت بلینکن به آمریکا و عدم توافق حماس و اسرائیل، بار دیگر زمزمه های حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل در رسانه های بین المللی بالا گرفته است. در همین راستا خبرگزاری CNN با محسن رضایی مصاحبه کرده است. رضایی در پاسخ به سوال CNN که حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل چگونه خواهد بود و چقدر جمهوری اسلامی قدرت دارد؟ گفته است که پاسخ شما پس از اقدام ایران مشخص خواهد شد. رضایی که حالا دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا است، در گفتگو با شبکه آمریکایی CNN به سوالات خبرنگار این شبکه در مورد مسائل منطقه پاسخ داد. او در پاسخ به اینکه وضعیت پرتنشی بر خاورمیانه حکم فرماست و آیا ایران به اسرائیل حمله می‌کند؟ گفت ایران در زمان و مکان مناسب اقدام خواهد کرد و بر اساس ماده 51 منشور سازمان ملل متحد حق داریم از خود دفاع کنیم و اگر پاسخ داده نشود
شرارت‌های رژیم به گفته او صهیونیستی ادامه خواهد داشت. بنابراین این پاسخ به زودی اتفاق خواهد افتاد. وی در پاسخ به این سوال که حمله چگونه خواهد بود و جمهوری اسلامی چقدر قدرت دارد، گفت که پاسخ سوال شما پس از اقدام ایران مشخص خواهد شد. فرمانده پیشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دوران جنگ ایران و عراق ادامه داده است که مشکل بزرگ امروز منطقه ما این است که آمریکا تمام راه‌های سیاسی و حقوقی برای مهار اسرائیل را بسته است و جمهوری اسلامی قطعاً آمریکا را در نهایت از منطقه بیرون راه خواهد راند. محسن رضایی در پاسخ به این سوال که راه حل جمهوری اسلامی برای تبدیل نشدن پاسخ به اسرائیل به جنگی بزرگ در منطقه چیست، گفت که پیامدهای اقدام خود را بررسی کرده ایم و اجازه نمی دهیم نتانیاهو که در حال فرو رفتن به باتلاق است از این شرایط بیرون بیاید و اقدامات ایران حساب شده خواهد بود. محسن رضایی که همیشه به بلوف ها سخنان اغراق آمیزش درباره قدرت نظامی جمهوری اسلامی معروف بوده است، در پاسخ به این سوال که پیام شما به آمریکا به عنوان مهمترین حامی اسرائیل چیست، اظهار داشت که به آمریکایی ها میگوییم عاقل باشند. او گفته است که شما نمیتوانید واقعیت قدرت جمهوری اسلامی را نادیده بگیرید. ایران به لحاظ تاریخی و ژئوپلیتیکی بازیگری پرنفوذ و قدرتمند در منطقه است. ما در منطقه در مقابل تجاوزات صدام حسین به ایران و کویت و در مقابل تروریسم سوریه و عراق و افغانستان ایستاده ایم و صلح و امنیت در منطقه را وظیفه خود می دانیم و آمریکا نباید در مقابل نقش صلح و امنیت سازی ایران در منطقه بایستد. آنچه که محسن رضایی از آن به عنوان صلح و امنیت سازی ایران در منطقه توصیف می کند، حمایت از گروه های نیابتی و شبه نظامیان نیست که در تمام خاورمیانه جنگ و خونریزی به راه انداختند. آنچه که او درباره قدرت جمهوری اسلامی از آن سخن میگوید، پرتاب بیش از 300 موشک و پهپاد به خاک اسرائیل است که حتی یک مورد از آنها هم اثر بخش نبود. وی در پاسخ به این سوال که تدبیر ایران برای حمله شدید و بازدارنده که در عین حال منجر به جنگ گسترده نشود چیست، گفت که این موضوع پس از اقدام مشخص خواهد شد. مخاطبان گرامی، ضمن درود، اگر این برنامه را پسندیدید با نظرات سازنده خود در قسمت کامنت ها ما را در ادامه این راه یاری کنید. همچنین فراموش نکنید که علاوه بر سابسکرایب در کانال با فشردن علامت زنگوله در پایین همین ویدیو هیچ کدام از برنامه های ما را از دست نخواهید داد. به امید ایرانی آزاد و آباد.